57مین جشنواره فیلم‌های کارلو ویواری به کار خودش پایان داد. جشنواره‌ای که می‌خواست یا حرکت کرد خیلی آروم و مینیاتوری به سمت سیاسی شدن. وقتی دانیلا کولارژووا، هنرپیشه چک، برای قدردانی از فعالیت‌های سینماییش روی صحنه رفت، تماشاگران را به دوران کودکی خودش در کارلو ویواری برد. از هتل تاریخی پاپ گفت که در زمان کمونیست‌ها نامش را به اجبار هتل مسکو گذاشته بودند تا احساساتی را یادآوری کند که امروز و با تهاجم روسیه به اوکراین در بین این ملت زنده شده است. و یا صحبت از گرمای بی سابقه زمین با فیلم آلبرت خوسپودارسکی، گرمای بیرحمانه و دیپلم افتخاری که به دست آورد. This film is dedicated to the young Iranian generation. این فیلم رو تقدیم می‌کنم به جوانان ایران و می‌خواهم با این فیلم به اونها قدرت بدهم. جوانهای شجاع و با استعدادی که کارهای بسیاری کردند. They're making a lot. بهروز کرمی‌زاده برای کارگردانی تورهای خالی گوی بلورین ویژه هیئت داوران جشنواره‌ای را دریافت کرد که بیش از هر زمان دیگر روی سینمای ایران تمرکز داشت. آن هم در شبی که استفان کماندرف بلغاری و هنرپیشش الی اسکورچوا برای درس‌های بلاژا با نگاهی به مشکلات مالی سالمندانی که نادیده گرفته شده اند گوی بلورین بهترین فیلم و هنرپیشه زن را نصیب خود کردند. تورهای خالی که پیشتر جایزه بهترین فیلمنامه آلمان را برده، داستان دلدادگی پسر فقیر و دختر پولدار در دل مافیای قاچاق خاویار تا مرز مهاجرت‌های اجباری در ایران امروز است. من به نظر من یه فیلم ساختم که دوست داشتم که مردم ببینن و درباره عشق، درباره زیبایی، درباره وطن ماست، درباره ایران، درباره چالش‌هایی که همه آدمات همه جای دنیا دارن و از این من خیلی خوشحالم که اینو تونستم اینجا نشون بدم. در بخش رقابتی بود که یک بار دیگر نامی آشنا برای دریافت گوی بلورین بهترین کارگردانی خوانده شد. بابک جلالی برای فریمونت، محصول آمریکا. واقعا باعث بود بنظرم مثل همه ایرانی ها باعث افتخاره که فیلم از ایران اومد اینجا و همچنین جایزه برد. و فیلم من هم که خودت گفتین، خب من ایرانی، فیلم در آمریکا درست شده ولی داستان در دختر افغان. دختری افغان به نام دنیا که مترجم نیروهای آمریکایی بوده با قدرت گرفتن دوباره طالبان به شهر فریمونت مهاجرت می‌کند. زندگی تلخ این دختر با کار در یک کارخانه بیسکویت‌های فال چینی دستخوش تغییر می‌شود. فدراسیون بین‌المللی منتقدان هم در بیانیه‌ای از شجاعت کریم لکزاده در ساخت فیلم ماده تاریک ستایش کرد و تهدیدهای حکومتی سینماگران ایرانی را محکوم کرد. ماده تاریک با الگوبرداری از سینمای موج نو فرانسه از مرزهای حجاب اجباری و سانسورهای حکومتی عبور کرده تا به گفته کارگردانش تصویری واقعی از جوانان امروز ایران نشان دهد. کارلو ویواری 57م با بخش ویژه تولدی دیگر یادآور نام یکی از اشعار فروغ فرخزاد و نمایش 11 فیلم از سینماگران مستقل سینمای ایران هم بود. باز تولد دیگر چون جدیده، میگم معلوم نیستش که دقیقاً قرار کجا قرار بگیره و دقیقاً قرار چه بکنه. یعنی شما تعریفشو پیدا نکردید تو این فیلم؟ من با این تنوع انتخابی نه. راسل کرو بازیگر فیلم گلادیاتور هم مهمترین چهره سینمایی جشنواره امسال بود که در نشست خبری جشنواره از او درباره اتهام سیاسی شدن جشنواره‌های سینمایی که حکومت ایران مدام آنها را تکرار می‌کند پرسیدم. To have a deep knowledge of the entire. من نمیتونم ادعا کنم اطلاعات عمیقی درباره طیف‌های سیاسی تو ایران دارم. فیلم از انسانیت گفته و میگه. فیلمسازی در اصل همون نورافکندن روی موضوعات مختلف. احتمالاً بعد از دیدن یه فیلم از طریق اون به درک عمیق‌تری از اون موضوع میشه رسید. یه صدا هم میتونه باعث تغییر بشه. در واقع فیلمسازی در چنین شرایط وخیمی با خطرپذیری بالا تاییدی بر شهامت فیلمسازان ایرانی و من به اونها تبریک میگم.
راسل کرو که از تور موسیقیش به این جشنواره آمده بود در فضای باز هتل ترمال روی صحنه رفت.